الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين سه باب از ابواب ششگانه منطق را خواندیم باب اول درباره الفاظ بود در این باب سعی کردن برخی قواعد و اقسام کلی لفظ را بیان کنند هرچند برخی از مباحث این باب اختصاص به زبان عربی داشت باب دوم بحث باب دوم دو درباره مفهوم و اقسام مفهوم بود در این باب هم اقسام برای مفهوم بیان کردن و باب سوم سو که در واقع میشه گفت به نحوی وارد مباحث منطقی میشیم بحث تعریف و بحث قسمت بود همچنین در این دو باب نشان داده شد که چگونه اون دو باب قبلی یعنی باب اول و دوم به نحو مقدمه برای مباحث تعریف هستند مثلا در بحث تعریف گفته شد که نباید از الفاظ مشترک و مجاز استفاده کنیم و همچنین بحث تعریف به اصطلاح تعریف و اقسام تعریف به نحو مبتنی بر بحث مفاهیم هم بود اما عرض کردم که بحث مفاهیم لزوما اختصاصی به بحث تعریف ندارد یعنی مقدمه اختصاصی برای بحث تعریف نیستند بلکه برای بحث قضایا هم مقدمه هستند بحث دومی که در در باب سوم بیان شد بحث قسمت بود و هم مهمترین بحث آن این بود که چگونه می شود از طریق قسمت اکتساب حدود کرد و به, تعریف به تعبیر دیگر چگونه می توان مقدمات و اجزای یک تعریف را به شیوه قسمت به دست آورد مرحوم مصنف تلاش کردن این را نشان بدن و با مثال به تعبیر خودشون متمثل کنند و یا عینیت ببخشند باب چهارم که در واقع مهم، بحثی مهمتری دارد نسبت به باب قبلی باب است در باب قضایا این باب مشتمل بر دو فصله فصل اول تعریف قضیه و انواع قضایا را بررسی می کنند فصل دوم به نحوی اختصاص دارد به احکام قضایا یعنی وقتی ما دو قضیه را با هم دیگر سنجیم، این دو قضیه چه نسبتهایی با هم دیگر دارند و به تعبیر دیگر وقتی ما دو قضیه رو در مقابل هم قرار میدیم یکی از نسبت هایی که تقابل و تناقض و تضاد و تعاند باشد میان اینها برقراره و یا یک قضیه با عکس خود چه نسبتی دارد یک قضیه با نقیز خود چه نسبتی دارد اینها بحث هایی هستند که در فصل مربوط به احکام قضایا و به تعبیری دیگر در بخش دومی باب چهارم مطرح خواهد شد اما قبل از اینکه به بحث احکام قضایا برسیم لازم است قضیه رو تعریف کنیم و سپس اقسام و انواع قضایا را بررسی کنیم تعریفی که ایشون برای قضیه ارائه میکنن همان تعریفی است که قبلا به نحوی مطرح شد در بحث الفاظ و نیز در بحث تقسیم علم به تصور و تصدیق این را بیان کردند که گاهی متعلق علم ما یک مفرد و گاهی یک مرکب اون مرکب گاهی مرکب ناقصه و گاه مرکب تام اگر مرکب تام بود خودش دو قسم می شود خبر و انشا حالا با توجه به آنچه قبلا توضیح داده شد میفرمایند قضیه همون خبره قضیه یعنی خبر و خبر عبارت است از مرکب تام پس مرکب ناقص خارج میشه مفردات خارج میشه قضیه یک مرکب تامه اما این مرکب تام یه فصل قریب هم دارد که اون فصل قریبش اینه که یحتمل الصدق و صدق وقتی ما قید یحتمل الصدق و صدق را میاریم این تعریف شامل این شایعات نمی شود اما وقتی میگیم مرکب تام مرکب تام شامل این هم می شود چون دو مصداق دارد مرکب تام هم شامل این می شود و هم شامل اخبار اما وقتی یحتمل صدق و کذب اضافه شد و در واقع فصل این جنس قریب قرار گرفت در این صورت این شایعات از این تعریف خارج می شود بنابراین قضیه که ما میگیم و در واقع محل بحث ما شامل این شایعات نمی شود بلکه تنها شامل جملات خبری می شود در نتیجه می توان گفت قضیه عبارت است از قول و یا مرکب تامی که یحتملو صدق والکذب چون اخباری از یک امر میدهد اخبار یا درست یا نادرست به تعبیر دیگر یا مطابق واقع یا خلاف واقع اگر مطابق واقع بود میشود صادق و اگر خلاف واقع بود میشود کاذب بنابراین هر خبری شعنیت این رو دارد که مطابق واقع باشد و شعنیت این را دارد که خلاف واقع باشد اگر مطابق واقع بود می شود صادق و اگر خلاف واقع بود می شود کاذب مثلا وقتی من خبر می دهم که حالا دارد باران می آید این خبر می تواند صادق باشد و میتواند کاذب باشد اگر خبری من مطابق واقع باشد یعنی در عالم بیرون و در عالم خارج باران ببارد این خبر می شود صادق اما اگر نه در بیرون بارانی نیست هوا ابری نیست اصلا تا چه رسد به این که باران ببارد یا باران نبرد وقتی من میگویم حالا دارد باران میبارد این خبر من می شود کاذب چون خلاف واقع واقعیت را باستاب نداده است و واقعیت این است که بارانی نمیبارد و من ادعا کردم که حالا دارد باران میبارد بنابراین هر خبری شعنیت این رو دارد که مطابق واقع باشد و یا برخلاف واقع اگر مطابق واقع بود می شود صادق و اگر برخلاف واقع بود می شود کاذب از این رو هر خبری شعنیتی این رو دارد که احتمال صدق و کذب در مطرح شود برخلاف این شا در این شایات این احتمال صدق و کذب مطرح نیست چرا؟ به دلیل اینکه این شا اخباری از واقع نیست این شا ایجاد یک امر است نه اخباری از یک واقعیتی وقتی کسی میگوید فلان کار را انجام دهید یعنی می میکند و میخواهد که این کار انجام شود نه این که اخبار دهد از یک واقعیتی یه وقتی من اخبار میکنم که فلان شخص فلان کار را انجام داد این میشود اخبار ولی یک وقتی امر میکنم که فلان کار را انجام بده انجام دادن و امر به این انجام دادن اخباری از واقعیت ندارد تمنی استفهام اینها همه انواع و اقسام این شاییات هستند که همه اینها اخباری از واقع نمیدن وقتی شما سوال میکنید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هرچند این استفهام استفهام این و به نحوی استفهامی از روی علمه که حالا بحثش مطرح خواهد شد اما اگر استفهام واقعی بگیریم هر استفهام واقعی در واقع بیانگری دانستن یک امره نه اینکه اخبار کند از یک واقعیتی در عالمی بیرون در نتیجه استفهام ها بیانگری اخبار از عالم واقع نیستند تا بتوان او را متصف به صدق یا کذب کرد اما یه نکته دیگر رو هم اضافه میکنن و اون این است که ما یه قید دیگر هم باید بر این تعریف اضافه کنیم بگیم قضیه یا خبر اون مرکب تام خبری است که یحتمل و صدق و و انشا اون مرکب تام است که لا یحتمل و صدق اما این تعریف به تنهایی کافی نیست به دلیل اینکه برخی از این شایعات به نحوی اخباری از واقع می کنند و به نحوی متصف به صدق و کذب می شوند مثلا اون جایی که من میدانم که این شخص سوال کننده استفهامش استفهام از روی جهل نیست بلکه استفهام او از استفهام از روی علمه اینجا وقت او سوال میکند که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و یا وقتی شخص گدایی را می میبینیم که این شخص گدا پولی را از کسی میخواهد میدانیم که این شخص گدا در واقع گدا نیست بلکه خود را به گدایی زده است چون این شخصی وقتی پولی را از ما تقاضا میکند چون بیانگری فقدان نیست این به اصطلاح تمنی او این درخواست او بلکه در واقع ما میدانیم که او برخلاف واقعیت ادعای ناداری می کند اما در حقیقت ثروتمنده و اینجاست که وقتی او تقاضای پول می کند او را متصف به کذب می کنیم می گوییم دروغ می و یا اون جایی که شخص استفهام می کند اما میدانیم که استفهام او از روی جهل نیست بلکه از روی علمه چون این استفهامی میتواند متصف به صدق و کذب شود برخلاف اون جایی که شخصی واقعا فقیره شخصی واقعا مستحقه و درخواست پول میکند چون این شخص متصف به صدق میشود شود بنابراین برخی از تمنی ها برخی از درخواست ها متصف به صدق می شود مانند اون که ما میدانیم این شخصی که پول از ما میخواهد مستحقه و یه جاهای هم نه شخص هست که پولی تمنی می کند پولی درخواست می کند ولی ما می دانیم که او کاذب است چرا؟ چون او در واقع فقیر نیست او ثروتمنده. مانند بسیاری از گداها که در واقع خود را به گدایی زده اند اما در واقع گدا نیستند استفهام ها می توانند دو گونه باشند برخی استفهام ها متصف به صدق می شوند اونجایی که استفهام واقعا از روی جهله و برخی از استفهام ها متصف به کذب می شوند اونجایی که استفهام از روی جهل نیست بلکه از روی علم وقتی شخصی می دانیم که او فلان مسئله رو میداند و خود را به تجاهل زده و سوالی را مطرح می کند این سوال او در واقع هر چند در ظاهر انشاء انشاء استفهامه اما می توان گفت که متصف به کذب می شود چون برخواسته از جهل نیست بلکه برخواسته از علم بنابراین می توان این میتوان این رو، این شبهه را مطرح کرد که این شاییات هم متصف به صدق و کذب میشوند صدق و کذب اختصاص به به اصطلاح جملات خبری ندارد صدق و کذب اختصاص به قضیه ندارد بلکه این شاییات هم متصف به صدق و کذب میشوند برخ از این شایعات صادقند و برخ از این شایعات کاذبند این شایعات صادق مانند اونجایی که شخص تقاضای پول میکند و میدانیم که او واقعا فقیر و گداست و یا شخصی که تقاضای پول میکند اما میدانیم او فقیر نیست اینجا میتوان او را متصف به کذب کرد در نتیجه صدق و کذب از ویژگی اختصاصی و یا فصل قریب برای قضیه نیست بلکه یک ویژگی عام است که عارض بر این هم می شود یعنی با توجه به مطالبی که تا به حال خواندیم مرکب تام جنسه حالا اتصاف به صدق و کذب می شود عرض عام که هم شامل قضیه می شود و هم شامل این شایعات بنابراین تعریف قضیه به مرکب تام خبریه که یصح و نصفه به صدق اختصاص به قضیه ندارد بلکه عرضی عام است که شامل این شایات هم میشود در نتیجه میتوان توان این شایات را هم گفت مرکب تام میست که یصح و انصفه به صدق این شایات را متصف به صدق و کذب کنیم و چون این تعریف تعریف در واقع جامع و مانع نیست یعنی نه تنها شامل تمامی در واقع برخی از این شایعات می شود بلکه شام این تعریف تعریف جامع نیست جامع نیست به این معنا که این را هم شامل می شود و مانع اغیار نیست چون این از اون طرف می توان این را هم متصف به صدق و کذب کرد و اگر در تعریف این بگیم که مرکب تام است که لا یسخ ان نصفه به صدق و کذب این در واقع تعریف تعریف این شاه هم تعریف جامع نخواهد بود بنابراین از هر دو سو چی قضیه رو تعریف کنیم که مرکب تام خبری است که یسخ و ان نصفه به صدق و کذب این تعریف تعریفی است که مانع اغیار نیست بلکه شامل این شاه هم می شود از اون طرف این شا رو بیاییم تعریف کنیم بگیم مرکب تام است که لا یسخ و ان نصفه به صدق و این هم در واقع جامعه افراد نیست به دلیل اینکه برخی از این شایات را شامل نمی شود برخی از این شایعات را می توان متصف به صدق و کذب کرد در نتیجه تعریف قضیه به مرکب تام به اصطلاح که صحیح است متصف به صدق و کذبش کنیم مانع اغیار نیست و تعریف این به این که نمی توان او را متصف به صدق و کذب کرد جامعه افراد نیست چون شامل همه افراد این شا نمی شود برخی از افراد این متصف به صدق و کذب می شوند این اشکالی است که بر اون تعریف قبلی وارد شده بنابراین می توان گفت تعریف قضیه به مرکب تام خبریه که یه سه و انصفه ان و به صدق و مانع اغیار نیست و اما پاسخ اینه مرهوم مصنف میفرمایند اونجایی که ما گفتیم مرکب تام خبری است قضیه که ها ان نصفه بالصدق منظور ما دلالت مطابقی بود یعنی بر حسب دلالت مطابقی بتوان دلالت مطابقی این قضیه رو متصف به صدق و کذب کرد و اونجایی که انشائیات را هم میتوان متصف به صدق و کذب کرد دلالت التزامی این جمله است نه دلالت مطابقیش یعنی انشائیات به دلیل مطابقی به دلالت مطابقی قابل اتصاف به صدق و کذب نیستند چون دلالت مطابقی استفهام یعنی در واقع طلب فهم کردن طلب فهم کردن و در واقع بیانگری جهل اون طرفه امر دلالت بر انجام یک کاره تمنی دلالت بر این میکنه بالمطابقه که این شخص فاقد یک مسئله است یک امر است یک چیزی است بیش از این دلالت نمی کند اما به دلالت التزامی دلالت بر صدق و کذب هم می کند بنابراین اون جایی که ما گفتیم یسه و انصفه به صدق و مقصود دلالت مطابقی بود یعنی قضیه مرکبی تام میست که دلالت مطابقی این قضیه متصف به صدق و کذب می شود و اینشا اون مرکبی است مرکبی تام میست که دلالت مطابقی او متصف به صدق و کذب نمی شود هر چند دلالت التزامی او متصف به صدق و کذب می شود حالا چون به اصطلاح مقصود ما دلالت مطابقی بود چون این اشکال وارد نیست ولی در عین حال می توان یک کلمه رو اضافه کرد و اون کلمه این است که بر تعریف قبلی قضیه کلمه لذاته را اضافه کنیم بگیم که قضیه اون مرکب تام است که یسح و نصفه به صدق و لذاته یعنی به دلالت مطابقی یعنی خود این دلالت متصف به صدق و کذب می شود انشا خود دلالت متصف به صدق و کذب نمی شود هرچند بالعرض و به طبع دلالت التزامی متصف به صدق و کذب می شود بنابراین می توان قضیه رو این گونه تعریف کرد قضیه اون مرکب تام خبری است که قابل اتصاف به صدق و کذب است لذاته یعنی بر حسب دلالت مطابقی انشا اون مرکب تام است که قابل اتصاف به صدق و کذب به ذاته نیست یعنی هرچند به دلالت التزامی متصف به صدق و کذب میشود ولی به دلالت مطابقی قابل اتصاف به صدق و کذب نیست این خلاصه این قسمت بنابراین قضیه اون مرکبیست است مرکب به منزله جنسه مرکب تام اون مرکب تام است که یسه ان نصفه به صدق و لذاته وقتی این لذاته آمد در واقع این لذاته یک قید اختصاصی قضیه است یعنی قضیه رو در واقع این تعریف رو مختص می کند به قضیه به نحوی که دیگر نمی تواند شامل این شابشه بشه در نتیجه قضیه اون قول است مرکب تام خبری است که یسه ها ان نصفه به صدق و که برخی از منطقداران میگویند قول قولم یعنی مرکب تام قول که یسح و نصفه به صدق یعنی مرکب 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 از مبتدا و خبر از موضوع و محمول و رابطه هر قضیه مرکب مرکب تامم هم هست و این مرکب تام به نحوی زا... است که به اصطلاح ذاتن و بالمطابقه قابل اتصاف به صدق و کذب است برخلاف به اصطلاح مرکب تام انشایی که او بذاته و بالمطابقه قابل اتصاف به صدق و کذب نیست عبارت رو تطبیق کنیم تا برسیم به بعد الفصل الرابع القضايا القضیه قضیه چی تعریف قضیه تقدم فی الباب الاول در باب اول گذشت که ان الخبر هو القضیه خبر همون قضیه است قضیه همون خبره لذا گاهی میگوین مرکب تام خبری و عرفنا الخبر و ما در اونجا خبر رو تعریف کردیم به چی؟ به این که اول قضیه به انهو المرکب و تام مرکب تامه یعنی مرکب ناقص نیست مثل مثلا شرط به تنهایی مثل مثلا قید و مقید مثل صفت و موصوف اینها مرکبات ناقصند لذا می که اولا مرکب تامه سانیان که مرکب تام شد مرکب تام دو قسم شد هم خبر و هم انشا لذا می که الذي يصح ان نصفه بالصدق والكذب می توان این قضیه رو این خبر رو متصف به صدق و کذب کرد در نتیجه صدق و کذب به منزله فصل برای این تعریف و قولنا المرکب و گفتیم که مرکبه هو جنس قریب جنس به منزله یا جنس قریب و یا به منزله جنس قریب که یشمل نوع اتام هر دو نوع تام را شامل می شود هر دو نوع تام چی بود؟ یشمل نوع تام یعنی هر دو نوع تام را که الخبر و الانشاء اون دو نوع مرکب تام عبارت بودند از خبر و انشاء هر دو را شامل می شود و باقی تعریف خاصتون که یخ به به هل بقیه تعریف که یسخ ان نصفه و به صدق و عرض خاصه است که اختصاص به قضیه دارد لذا انشایات خارج می شود لان الوصف به صدق و الکز چون اتصاف به صدق و کز من عوارز الخبر از عوارز خبره عوارز خاصه عامه میفرماید که المختصت به عوارز خاصه ای که اختصاصی به خبر دارد یعنی این دیگه واجد این ویژگی نیست این ویژگی صدق و کز در این یافت نمی شود کما فصلناه و هناك ما در همون باب اول این رو توضیح دادیم فهازت تعریف تعریف به رسم تام بنابراین این تعریف تعریف به رسم تام چون جنس قریب و خاصه تعریف به جنس قریب و خاصه می شود رسم تام و لعجل ان یکون تعریف دقیقا و برای اینکه این که تعریف تعریف دقیق باشد نزید و علیه کلمت لذاته برای اینکه تعریف ما تعریف دقیق تر باشد به نحوی که هر گونه شبهی هم حتی درباره او مطرح نشود هرچند شامل به اصطلاح انشا نمی شود ولی احتمال این هست که شامل انشا بشه شبهه می توان مطرح کرد برای دفع این شبهه می توان کلمه لذاته را به اون تعریف اضافه کرد و گفت که فنقول القضیه هی المرکب و تام الذي يصح ان نصفه بالصدق او لذاته یعنی بل مطابقه بل مطابقه قابل اتصاف به صدق و کذب هست برخلاف انشا که دلالت مطابقی انشا متصف به صدق و کذب نمی شود و کذا ین بغی زیادت تو کلمه لذاتی را فی تعریف الانشا در تعریف انشا هم اضافه کنیم یعنی انشا عبارت است از مرکب تام که لا یسخ ان نصفه به صدق لذاته یعنی دلالت مطابقی انشا متصفه به صدق و کذب نمی شود و لحاظ القید فایدتون فایده این قید چیه این قید برای چی مطرح کردید فانه قد يتوهم غافلون گاهی افراد غافل توهم میکند فیزون گمان میکند که ان تعریف الاول للخبر تعریف اول برای خبر و تعریف دوم برای انشا تعریف اول برای خبر یشمل و بعض الانشاعات بعض از انشاعات را هم شامل می شود چون بعض از انشاعات هم میتوان توان متصف به صدق و کذب کرد فلا یکون و بنابر این تعریف مانع نیست و یخرج و حاضل من تعریف الانشاء و چون این بعض که در واقع انشاء ولی به اصطلاح مشمول تعریف خبر شدن بنابراین از تعریف انشاء خارج میشه در نتیجه تعریف انشاء جامعه افراد نیست چون شامل همه انشاءیات نشد برخ از انشاییات متصفه به صدق و کذب میشوند و یخرج و حاضل بعض همین بعضی که انشا بودن و مشمول تعریف خبر قرار گرفتن اینها خارج میشن من تعریف الانشا فلا یکون جامعه بنابراین اون تعریفی که برای انشا بیان کردیم تعریف جامعه نخواهد بود و سبب و از زن منشه این گمان چیه؟ این است که ان بعض الانشاعات قد توصف و و گاهی برخ از انشاعات نیست نیز متصفه بستدق و میشوند کما استف استفهم شخص عن شیء يعلمه شخصی استفهام میکند از مسئله ای که خودش میداند مسئله ای را که میداند و از ما استفهام میکند اینجا میتوان اون شخص را به اصطلاح متصف به صدق و کذب کرد او سال الغنی سؤال الفقیر یا سؤال میکند غنی سوال الفقیر یعنی ادای فقیر رو در میاره سوال به نحو فقیرانه ای مطرح میکند او تمنا انسان شیئا هو واجد له یا انسان چیزی را تمنا میکند می آرزو میکند و میخواهد که او واجد اوست و در واقع وانمود میکند که فاقد اوست فان اولا چون این شخصی که سوال از روی جهل مطرح نمیکند سوال از روی علم مطرح میکند فقیری که ثروتمند ادای فقیر در میارد یا کسی که تمنی چیزی را میکند که دارد فهاولا نرمی هم بل... می میتوان چون این افراد را مت... متهمه به اصطلاح متهم به کذب کرد متصفی به کذب کرد و فی عین الوقت و در عین وقت نقول المستفهم الجاهل و... و, و فی عین الوقت نقول للمستفحم للمستفحم الجاهل و سائل الفقیر و الفاقد اليائس انهم صادقون در عین حال به اون افراد دیگه ای که سوالشون از سوال از روی علم نیست به اصطلاح تقاضای پول وقتی میکنن تقاضاشون واقعی است یعنی آدمای فقیرن یا کسی که متمنی است و در واقع فاقد اوست یعنی این دو قسمه برخی از این شایعات اون گونند که می توان اونها را متصف به کذب کرد و برخی از این شایعات به است که می توان متصف به صدق کرد و فی عین الوقت نقول للمستفهم الجاهل می توان گفت برای استفهام کننده جاهل و سائل فقیر فقیر واقعی و المتمنی الفاقد الیائس و اون افرادی که تمنا می کند به اصطلاح و در واقع فاقد و یائس و معیوس و ناامیده اینها رو متصف کرد به چی؟ این هم صادقون می توان گفت اینها صادقند بنابراین یک ده از به اصطلاح انشایات متصف به کذب و ایده دیگر متصف به صدق می شوند. و من المعلوم که ان الاستفهام و طلب به سوال و تمنی من اقسام الانشاء همه اینها معلومه خ اون قسم اول و خا قسم دوم همه اینها از اقسام انشان بنابراین یا این را باید متصف به صدق و کذب کرد در نتیجه برای قضیه تعریف جدید ارائه کرد متصفه و یا متصف به صدق و کذب نکرد و تلاش کرد که این به اصطلاح تعریف تعریف جامع و مانع باشد برای قضیه ولیکن اذا دققنا هذه الامثله وقتی ما به این مثال ها دقت کنیم و اشباه ها و شبیه این مثال ها یرتفع ها زن این زن و گمان برطرف می شود لعننا, لعننا نجد برای این که ما میابیم که ان الاستفهام الحقیقی لا یکون الا عن جهلین استفهام, حقیقی استفهام حقیقی به دلالت مطابقی استفهام حقیقی یعنی به دلالت المطابقی لا یکون الا عن جهلین استفهام همواره بیانگر جهل استفهام کننده است و سوال لا یکون الا عن حاجتین و اون کسی که تقاضای پول میکند نیست مگر اینکه احتیاج دارد و تمنی لا یکون الا عن فقدان و یأسین و اون کسی که تمنی یک چیزی را میکند یا لیت الشباب آرزوی جوانی دارد مگر کسی تمنی نمی کند مگر کسی که فاقد این هست و معیوس شده است لذا فهازه الانشاءات تدل هر چند این انشاءات تدل به دلالت الالتزامی عن الاخبار عن الجهل او الحاجه او الیا او, الیا او, الیا او الیا این انشاءات هر چند به دلالت التزامی اصطلاح دلال به نحوی اخباره به دلالت التزامی به نحو خبر میدهد ولی مقصود ما دلالت مطابقی است نه دلالت التزامی فهازه الانشاعات همه انشاءات چی دسته اول و چی دسته دوم تدل به, به دلالت التزامی دلالت میکنند به دلالت التزامی علل اخبار اخبار میدهند عن الجهل او الهاجه او الیست فیکون الخبر المدلول علیه بالالتزام اون خبری که مدلول دلالت التزامی است مدلول در این دلالت التزامی به نحوی به اصطلاح به شکل دلالت التزامی بر این مدلول دلالت می کند هو الموصوف به صدق و کذب لا ذات الانشاء اما ذات انشاء دلالتی بر این به اصطلاح بر این اخبار ندارد در نتیجه آنچه متصف به صدق و کذب می شود دلالت التزامی است نه دلالت مطابقی فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه اون تعریف اول برای خبر که گفتیم مرکب تامی ست که یسح و صفه به صدق و لذاته یا بدون حتی بدون قید لذاته فی حد نفسه یعنی بدون قید لذاته لا یشمل حاضه الانشاءات این انشاعات را شامل نمی شود چون منظور ما از اون اتصاف به صدق و کز ناظر به دلالت مطابقی بود ولیکن لعجل تصریح به برای اینکه بتوانیم همچون شبهات را دفع کنیم به دفعا للالتباس برای این التباس و مشتبه شدن این مسئله نظیف و کلمت را کلمه لذاته را اضافه می کنیم بر اون تعریف قبلی لان هذه الانشاءات المذکوره لئن اتصفت بالصدق او الکذب فلیس هذا الوصف لذاته ها هر چند اگر متصف به صدق و کذب هم بشن اتصافشون به صدق و کذب لذاته نیست یعنی بر حسب دلالت مطابقی نیست بلکه بر حسب دلالت التزامی است بل اجل مدالیل هل التزامیه بلکه به خاطر دلالت التزامی خود هستند بنابراین می توان اون تعریف اول را حتی بدون کلمه لذاته هم تعریف تام و تمام دانیست یعنی قضیه اون به اصطلاح مرکب تام نیست که دلالت مطابقی او قابل اتصاف به صدق و کذب است برخلاف انشا که دلالت مطابقی او قابل اتصاف به صدق و کذب نیست اما برای اینکه همچون احتمالی مطرح نشه که به نحوی برخی از انشاعات متصف به صدق و کذب میشوند کلمه لذاته را اضافه میکنیم میگیم قضیه اون مرکب تام نیست که یسح و انصف و به صدق و الکذب لذاته بنابراین انشا اون مرکب تام که قابل اتصاف به صدق و کذب لذاته نیستند این خلاصه این قسمت بود در نتیجه این تعریف رو میتوان تعریف تام و تمام دانیست و هیچ یک از اون اشکالات را که مطرح کردن بر این تعریف وارد نیست